امروز مهمان من زلمه خلیلزاد است. سفیر خلیلزاد حدود 10 روز پیش با طالبان در قطر پیمان صلح بست. این مذاکره کننده ای امریکایی افغانی الاصل میگوید که توافق با طالبان راه را برای صلح در افغانستان هموار میسازد. در کجای این راه قرار داریم و این راه چقدر طولانی است؟ آیا کشور را به صلح میرساند یا به جنگ بدتر از امروز؟ آقای خلیلزاد، به برنامه خوش آمدین. سلامت باشین. خوشحال هستم که با شما هستم. شما تلاش کردین که میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله یک توافق صورت بگیره. چرا این نتیجه نداد؟ چرا ناکام ماند؟ یکی که وقت کم بود. وقتی که ما شامل شدیم نزدیک بود به روز سوگند. اگه به یادتان باشه، در روز پیش یا 12 روز پیش ما یک بمفقه رسیدیم که تعلیف و تعویق گفته. اما چند روزی که پیشتر از اینکه تعلیف صورت گرفت وقت کم بود، مسائل هم زیاد بود، مسائل راجع به صلح هم مطرح بود. اما ما کوشش های زیاد کردیم تا ساعت 4:30 صبح اون روزی که تعلیف صورت گرفت در بحث بودیم. ملاقات هم صورت گرفت بین جناب دکتر صاحب اشرف غنی و جناب دکتر صاحب عبدالله، اما بالاخره بدبختانه به نتیجه نرسیدیم. که کار بد شد؟ که کار خوب نبود. و هر دو طرف گفتن که میخواین مذاکره دوام بکنه که یک راه حل پیدا شوه و ما هم مشغول و مصروف و ازی هستیم که یک راه پیدا شوه. باید یک راه پیدا شوه و تا که نشه از کابل نمیرن. گفته نمیتونم این چیزه خو، اما اطمینان دارم که اردو نیت ازیره دارن. امیدوار هستم که نیت ازیره داشته باشن که یک راه پیدا شوه. این تقاضای دنیا هست، این تقاضای مردم افغانستان است، این تقاضای شرایط فعلی است که یک چانس برای صلح به دست آمده. نشوه که خدای نخواسته که این اختلاف سر این چانس تاریخی افغانستان تاثیر منفی بکنه. درست. اما شما میگن که روز تحلیف هر دو دکتر خط سرخ نبوده، یعنی اینا میتونن دوباره با هم یک حکومت مشترک بسازن. چیزی که من از اردویشان بشنم همی چیز است و این چیز هم است که جامعه بین‌المللی میخواه که خدای نخواسته این وضع فعلی اگر دوام کنه و حتی مشکلات دیگه را به وجود بیاره، سر مسائل امنیتی ممکن تاثیر منفی بکنه. بله. سر تشکیلات که ساخته شده تاثیرات منفی بکنه و حتی سر پروژه بسیار تاریخی و کلان افغانستان، پروژه صلح، تاثیر منفی بکنه. چی باید شوه؟ تا جایی که ما میدانیم است که مشکل کلان به این بوده که برای دکتر عبدالله چی یک پست در نظر گرفته شوه. بله. چی پیشنهاد میکنین که قابل قبول هر دو طرف باشه؟ یک پیشنهادی که شده بود این بود که اگر جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس شورای عالی صلح شوند و کی پیشنهاد دکتر غنی بود؟ خب بالاخره دکتر اشرف غنی همین پیشنهاد قبول کرد. اما در پالوش که در حکومت هم طرفدارای آقای دکتر عبدالله اشتراک داشته باشند و همچنان در شورای امنیت ملی هم در مجالس، اما خود دکتر عبدالله در حکومت نباشه. خب اگر شورای عالی صلح که تشکیلی است که زیر بحث است که درباره مسئله صلح که مهمترین و کلانترین مسئله فعلی افغانستان است، و رهبریتش به دکتر صاحب عبدالله پیشنهاد شده بود، اما قانع کننده نبود. بله. برای دکتر صاحب عبدالله. پس چی میتونه قانع کننده باشه؟ اونا میخواستن صدارت اجرایی ایجاد شود یا ریاست اجرایی ادامه پیدا کنه. خب اونا تقاضای داشتن. اول حاضر امی که حاضر بودن که رئیس جمهور و تیمی که همراه رئیس جمهور اشرف غنی هست
اونا در مقام ریاست قرار بگیرن. بله. ای که برای از اونا بالاخره چی قابل قبول است، باید یک چیزی پیدا شوه که این مشکل حل کنن. نمیدانین که مو دقیقا مو عنوان یا تایتل برش چی باشه؟ خب ما کوشش میکنیم. خوب نیست که امشب در پروگرام شما چیزی بگویم که اما یک چیزی در فکر دارن درش. باید دو نفر دو تیم هر کدام طرفدارا دارن، طرفدارا تقاضایی داره. بله. بحثای یا موقفهایی در باره انتخابات دارن. درست. که در تضاد هستن، شما در جیران هستین با یک دیگه، اما سر از وقت از این رسیده که با وجود اختلافات نظر که وجود داره، منافع اولیای افغانستان در این وقت اساس بد نظر گرفته شد. این مذاکرات که شما در کابل داشتین در چند روز گذشته سخت‌تر از دوحه بود یا آسان‌تر از دوحه؟ خب او اردوش آسان نبوده و با دوحه خب بالاخره به موافقه رسیدیم و موافقتنامه مثل که شما گفتین امضا شد. دیدین که دیروز در نیویورک ملل متحد هم کل شورای امنیت از او پشتیبانی کرد که نشان میده که تمام دنیا از پروژه صلح که ما ممدش هستیم طرفداری کردن. وقت رسیده که افغان ها در این طرف آمادگی خود بگیرن که از این وقت تاریخی، از این دستاورد تاریخی استفاده درست به وقت صورت بگیره. بسیار خوب، به بحث صلح به تفصیل میپردازیم، اما به می مانعی که اجالتاً پیش روی همه مردم است حکومت موازی یا دو حکومت به اصطلاح. بله. شما گفتن که حکومت دکتر عبدالله را به رسمیت نمیشناسن، محکوم کردن. خب اول باید بگیم که ما طرفدار دو حکومت نیستیم، طرفدار حکومت موازی نیستیم. با دکتر صاحب عبدالله و نظریاتشان نگرانیاشان مشکل نداریم. همچنان مشکلات انتخابات متوجهش هستیم که صورت گرفت. چیزی که ما میگیم ایست ضرورت به ایست که در این وقت اساس یک تفاهم باید صورت بگیره. ما یک افغانستان واحد، یک افغانستان مستقل، یک افغانستان که با پای خود استوار باشه او را میخواییم، نه ای که خدای نخواسته آل طالب یک قسم باز اراضی را گرفته، یک تو شبکه حکومت دکتر صاحب اشرف غنی یک مناطق بگیره، حکومت دکتر عبدالله باز مناطق بگیره. این خو یک خطر کلان است، یک اشتباه تاریخی است و از او خاطر تمام زحمات ما همیشه برای اینکه موفقیت افغانستان، موفقیت امریکا میدانیم مسئولش کی میشه. خب مسئول این همه هر جمعه. خب مسئولش اصلا این مشکلات که در انتخابات صورت گرفت است و بعد از او مسئول دیگهش ایست که آسان نبوده که بین از این دو رهبر کلان افغانستان موافقه با وقت برای جلوگیری از تشکیل یا با وجود آمدن این دو سوگندخوری برای ریاست افغانستان صورت گرفت. من از این متأثر هستم. درست. و فکر میکنین که این دو رهبر میتونن در یک حکومت یک جای کار کنن؟ در یه ما وقتی که مقایسه کنه آدم اگر اینا به یک موافقه نرسن با ای که برسن در هر دو قسمت مشکلات خواهد بود. اما افغانان میدانند که تاریخ حکومت وحدت ملی از نگاه طرز کار خوب نبود و یک دلیلی است که دکتر اشرف غنی نگرانی داره که دوباره او مسئله تکرار نشه. اما اگر این مشکل حل نشه، یک رای که یک حکومتی که مورد قبول باشه برای قشرهای مختلف افغانستان،
مسائل منطقوی است، مسائل زبانی است، مسائل بله. مذهبی است. بله. افغانستان درست. از این گلهای مختلف ساخته شده، چطور امر یک جا ساخت و متحد ساخت بله. برای نه تنها گرفتن جلو مشکلاتی که در غیر از او به وجود میاد، بلکه هم برای آمادگی برای رفتن به طرف صلح کار است، و اگر وحدت نباشه او را مشکل تر میسازه. آقای خلیلزاد، اما به هر حالتش چی یک جای چی دو حکومت، شما عمر این حکومت چقدر میبینین؟ آیا 5 سال خواد بود؟ کمتر خواد بود؟ فکر میکنین پروسه سال زودتر نتیجه میده؟ خب امیدواری ما این است که به زودی مذاکره شروع شود، مذاکره بین الافغانی. چیزی که باقی مانده برای از اینکه مذاکره شروع شود، چیز مهم انتخاب یک هیئت همشمول از طرف جمهوری اسلامی افغانستان است. طبق وعده باید رئیس جمهور اعلان کنه. خدا کنه هرچی زودتر اعلان شود. من در موقف نیستم که بگویم حتما این کار امروز میشه. خدا کنه که کار صورت بگیره. آگاه هستن که لیست ترتیب شده، تهیه شده؟ من آگاه هستم که سر یک لیست کار شده رئیس، و همه مشغول از این کار هستن. باید با همه کلانا مشوره شوه، و این مشکلات که درباره حکومت و آمده تاثیر انداخته سر سرعت کار. اما من خوشبین هستم که کار صورت میگیره، چون حتی هم دکتر اشرف غنی هم دکتر عبدالله میگن که ما نمیخوایم مشکلاتی که هست، مشکلات سیاسی که هست، ای سر مسئله سلطه تاثیر منفی کنه. اما عمل چیز دیگه نشان میده. ببینیم که چی میشه، اما وعده است که این مسئله در چند روز حل شو. اگر مذاکره بین افغانی خدا بخواه به زودی شروع شوه، طبعا برای از اینکه جنگ ختم شود بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا، باید داد و گرفت صورت بگیره، سر یک پلان سیاسی موافقه شود. این باز مسائلی که شما درباره جان سوال دارین مربوط میشه به مذاکره بین الافغانی و چی فیصله های صورت میگیره. که در چند ماه انتظار دارین صورت بگیره یا سالها وقت خواهد گرفت؟ خب دقیق خود نمیشه گفت. امیدواری شخصی من است که در وقت از اینکه مذاکره شروع شد در 100 روز یا کمتر این مسئله حل شود. ما میخواهیم که در فصل اول که کمی قوای امریکا صورت میگیره در 35 روز در این مسئله حل شود. خیلی خوب. به نفع افغانستان و به نفع جهان. خیلی خوب. به مذاکرات میایم سفیر صاحب. شما این پیمان 4 صفحه‌ای را با طالبان 10 روز پیش در دوحه امضا کردن. بله. چی احساس داشتن وقتی گیر امضا کردن با طالب؟ احساس خوشی، احساس خوب داشتن، احساس بد داشتن؟ خب احساس امیدواری، هم احساس اینطور نبوده که احساسی که باید جشن بگیریم. این امکان داره که موافقت نامه در باز کنه، و فکر میکنم این کار شده نیست، و افغان ها با تجربه بد 40 سال گذشته به یک فرمول موافقه کنن که تاریخ تکرار نشوه. بله. و اما که آیا این صورت میگیره یا نه، اگه صورت گرفت این کار یک موافقه سر یک سال دوامدار و با عزت صورت گرفت، میشه قراردادی که ما امضا کرده ایم و روز به حیث یک روز بسیار تاریخی و مهم در تاریخ معاصر افغانستان باشه. میتونه یک روز بدم باشه اگر اوضاع به قسمی که هست دوام بکنه، باز میشه یک چیزی به تاثیر بالاخره از طرف تاریخ دانا مد نظر گرفته، یا به عنوان یک روز سیاه اگر منجر به جنگ داخلی شوه. و جنگ داخلی خب بدبختانه دوام داره. بدترین کاری که صورت بگیره به فکر من است که پس بیم به حالی که حالتی که افغانستان فعلا هست، چی را از دست میتیم که یک فرضیه بوده در کله خود ما هم دسترم که با این کاری که ما کردیم یک امتحان میکنیم
که آیا از راه صلح، از راه تفاهم، از راه مذاکره میشه این جنگی که ممکن همه متوجهش نباشند که یک جنگ شدید در افغانستان میگذره. هر هفته صدها افغان کشته میشن، مانه به نزدیک به یگان وقت به هزار افغان کشته میشن، سالانه یعنی به هزارها افغان کشته میشه. هر افغان فامیل داره مثل دیگه جای اولاد، پدر، مادر. باید این جنگ ختم شوه. از کدام راه ختم شده میتونه؟ ما یک وقت امیدوار بودیم به یک از راه شکست طالبا از طرف قوای جمهوری اسلامی و طرفدارایش این کار صورت بگیره. حال کل به این نتیجه رسیدن که یک راه سیاسی تنها راه است. پس امور میخواهیم ببینیم و میشه باید نتیجه گیری که موافقت نامه چی رول داشت در چند سال صورت بگیره، نه در چند روز و چند ماه، که ببینیم چی میشه. گرچه علاقه خواهی به می هست و ما را درک میکنم که یک نتیجه گیری آنی و زود شوه امروز که آیا این خوب است، بد است، خوب است، اما چی بود بگذاریم که جالبترین و سختترین بخشای مذاکره هشته ماهی شما با طالبا؟ روزهایی که میگفته نتیجه نمیتهی دیگه باید ادامه نتیم. خود چند دفعه سر چند مسئله کار صورت گرفته و ما حاضر بودیم که میز مذاکره رو ترک کنیم. ممکن اون طرف روزهایی برشان بوده که کار رو میخواستن کنن، اما چیزی که ما را به میز نگاه کرد دو چیز بود. یکی این که اسم مسئولیت که با در نظر داشته که راه های دیگه چی هست، اگر این کار را نکنیم پس چی، و دوم امی کشتار افغان ها که قدر کشته میشن که باید بازم کوشش کنیم، بازم کوشش کنیم که اگر راه اگر پیدا شوه. و اما روزای مشکلی بوده چی در دوحه چی در کابل وقتی که آمدیم که کلان های افغانستان در جریان بگذاریم. خب رول یک شخص مثل ما که به همه پیچیدگی ها که یک موافقه معنایش ایست که هیچ طرف همه چیزی را که میخواه برش داده نمیشه، پس هر دو طرف خوش نمی باشن بیخی از کوشش آدم. ما این قبول کردیم که با این وظیفه که ما داریم نتیجه شمی باشه که اگر راهی پیدا شه ما بینی که مورد قبول باشه، اما هیچ کس نمیتونه تمام چیزی را که میخواه به دست بیاره. این موافقه یک نقطه تاریخی در جنگ امریکا در افغانستان در دو دهه گذشته گذاشت. این جنگ را شما چگونه تعریف میکنین؟ یک جنگی که برنده نداشت، یک جنگی که به بنبست رفت، یک جنگی را که شما باختن و طالب؟ نیم فکر نکنم مسئله باخت و برد نیست. این مسئله است که یک رای حل آیا پیدا شده میتونه که منافع که امریکا را ایجا آورد که پیش از اینکه ایجا بیایه تقاضا کرد به دست ناورد، حال بعد از قدر سال به دست آورده بتانه. امریکا خوب آمد برای مقابله با تروریسم، بعد اینکه طالبان رد کردن که رابطه را با القاعده بشکنانن، القاعده را از افغانستان بیرون بکشن و به امریکایی‌ها تسلیم کنن. حال در اون قسمت خب این موافقت نامه شرط خوب کرده. دو مسئله عزیز که امریکا یک رابطه با افغانستان پیدا کرده که یک رابطه افغان‌ها و امریکایی‌ها برای جنگ در یک طرف قرار گرفتن، خون ریختن، روابط به وجود آمده، افغانستان تغییر کرده، یک نسل افغانستان نو، گرچه بعضا شکایت دارن که با همه کوششایی که شد بعد افغانستان پیشرفت زیادتر میکرد، هم در جنگ هم در مسائل دیگه پیشرفت کرده، خب بس خب میشه شد که بهتر میشد. یا هم از میراثای آمدن امریکا در افغانستان است. در رابطه با مبارزه با تروریسم که یک بخش مهمه از سند که شما امضا کردین، گفته میشه دو زمینه هست که پخش نشده یا محرم برش میگن یا حداقل رسانه ای نشده و بعضی مردم دیده. این سند چی است؟ چی میگه؟ جزئیاتش چی است؟
در این قسمت غلط فهمی ها شده در مدوات چیزهایی که یکان وقت گفته شده درست نبوده دو زمیمه یا ما چیزی که نام درستش است که ورقا یا کاغذا یا موافقت نامه برای عملی شدن وعده هایی که شده بله. در قسمت مثلا تروریسم شما اشاره کردین در اون قسمت که طالب چطور چه رقم به ضد تروریسم قدم ها میگیره امی سوالا را جواب بده چطور و چرا و او دقیق در اوجه نوشته شده و میارایی که به اساس از او امریکا نتیجه گیری میکنه که آیا طالبا دارن عملی میکنن او وعده هایی را که در تروریسم در مقابله با تروریسم و وعده ای که از اراضی که فعلا در او طالبا هستن او قدم او کارا صورت نمیگیره که با القاعده رابطه نمیشکنانن او را القاعده و دیگر تروریست ها حق ندارن که در او اراضی بانن در روی اراضی تمرین نظامی داشته باشند مردم را جذب کنند اونا پول جمع کنند حالا داره؟ این کار را میکنن قاعده؟ در ساحات زیر کنترل طالب؟ ما به نظر ما وقتی که ما قرارداد امضا میگیم پیش از او بودن تروریستای بین المللی در بعض از مناطق از اما بعد از امضای قرارداد شرایط فرق چی میکنه بکنه. طالب؟ فرض کنیم در یکی از ولسوالی های زیر کنترل طالب یک جمع کوچک از افراد القاعده است بله. طالب چی میکنه؟ به شما زنگ میزنه کمک میکنه خودشان میره اونجا عملیات میکنه پولش کی میده؟ خب این مسائل است که در پلان یا کاغذ برای که چطور عملی میکنن اون کار ما به موافقه رسیدیم ما دفترهای مشترک داریم خب یک کانال یا چنل مشترک داریم که در دوحه که تقریبا هر روز مجلس صورت میگیره نظامی های شما هست و طالبا هستن و در عین زمان ما هم خود تشکیل و ترتیب به قسم دادیم که ببینیم مفوکس استخباراتی هم سر از این شود که ببینیم که آیا این کار عملی میشه نمیشه مشکل در کجا هست چرا یک چیزی که باید موجود نمی بود هست اگر تو یک چیز بیافیم و باز از اون چنل استفاده کنیم با طالب که چرا این گپ هست باز ما فیصله های خود کنیم که اگر این کار شده بود چی عکس عمل نشان میدیم اگه او کار شده بود چی عکس عمل نشان میدیم برزی که این بسیار مهم است که مردم افغانستان هم در جریان باشن که کاری که ما وعده دادیم که میکنیم کم شدن قوه بالاخره اگه ضرورت نبود و مردم افغانستان هم نخواهند که قوای نظامی امریکا ایجبانه حتی بیخی برایم درست شما کلمه اگر استفاده کردیم میایم به بحث که باز ما چی کنیم بله. اگر اونا به وعده خدا وفادار نباشن یعنی کار ما که میکنیم وعده که ما که میکنیم عملی شدنش رب داره با کار و عملی کردن وعده هایی که طالب داده یک به دیگر رب داره این مسئله این موافقت نامه سر بساس ایدی نیست که اعتماد باشه سر یک دیگر این بساس ایدی که در مقابل چی صورت میگیره این مسئله که ما میگیم که یک موافقت نامه مربوط کار یک کار به دیگر کار رب داره امور به اصطلاح انگلیسی که میگن کندیشن بیست هدفش اینه میست که خیلی خوب اما سوال ما سفیش سبه کمی واضح تر مهم است درست سوال ما به این شکل بود که اگر یک فرد القاعده در یک ولسوالی باشه طالب بر شما اطلاع بده شما میرین عملیات میکنین یا طالب عملیات میکنه خب نمیخوایم در این باره تبصره کنم که ما چی خواد کنیم یا یک جای میرین عملیات میکنین این مسائل خواهد امنیتی است و پیچیدگی ها داره ما همه قدر بگوییم که قانع هستیم با موافقه که شده در این قسمت و او چیزی که پخش نشده این چیزی که پخش نشده
مسائل حرکت قوا را مسائلش است که از کجا به کجا میریم. این چیزی که مسئله در درباره آیا قدم هایی که به ضد تروریسم گرفته میشه، این هم قسمتش عملیاتی است به اصطلاح که هر کشور داره اینطور مسائلی که نمیخواین او را پخش کنن. اما تمام اول باید بگیم که هم رئیس صاحب اشرف غنی و هم دکتر صاحب عبدالله هر دویشان این کاغذ ها را دیده، از اونا چیزی پد نبوده. اما سوال من اگر کمی متفاوتر مطرح کنم، آیا در خاک افغانستان چی در زیر کنترل طالب یا غیر طالب، عسکر امریکا با جنگجویان طالب یک جای دیده خواهد شد یا نه؟ خب فعلا خوی کار صورت نمیگیره که رسمی که دیدن صورت بگیره. با عسکر افغان خطبا در جنگ هستیم و این اعلامیه مشترک صورت گرفت، یک قدم بسیار مثبت بود. اما در قسمت طالبا ما دیدار ما فعلا با اونها در دوحه صورت میگیره، دیدار رسمی بین نظامیان امریکا و دیپلمات ها و طالب ها برای عملی سازی موافقه که صورت گرفته، قدم هایی که باید گرفته شوه و اگه مشکلات در پیاده کردن او وعده هایی که شده در اونجا راه حل برش پیدا شوه پیش دیگه کدام فیصله دیگه صورت بگیره. آیا شما به طالبا پول میتین در امر مبارزه با تروریسم؟ ما به طالبا فعلا پولی نمیدیم. در رابطه به خروج پریشب فکر میکنم نیروهای امریکایی در افغانستان، نیروهای شما اعلام کردن که روند خروج آغاز شده. از کجا؟ نمیخوایم سر از اون صحبت کنم. پنج بیس است درست؟ تا جایی که در توافقنامه آمده. اما ما نمیخوایم که خب مسائل حتما شما اساسیتش درد میکنه. طالب میفهمه. ما نمیگیم. خب طالب میفهمه با وجود مسئولیت داره. ایجا عناصری هستن در افغانستان که چی از خارج یا چی از داخل که میخوان برای کامیابی این موافقتنامه مشکلات خلق کنن. کسایی هستن که اوضای فعلی را ترجیح میدن به جای که یک صلح یا این موافقتنامه عملی شود. چرا منفعت اقتصادی دارن در شرایط امروز که در خطر میبینن، یا مسائل دیگه هست و قلجشی که از او خاطر بازا طرفدار عملی شدن از این نیستن. و معلومات هم یک حالی جنگ و یک حالی چی در جنگ چی در سلط تاثیر داره و از او خاطر تنها مسائل امنیتی است که ما بگیم که از اینجا این روز ما میبراییم. خب کل خبر میشن باز در اون صورت که این کار شد و کسی که نمیخواه ما کامیاب شدیم از اون سوی استفاده میکنن. طالبان میدانن که شما هر روز چند سرباز را از کجا میکشن؟ نه طالبان قدر دقیق شامل نیستن، تنها اونا میفهمم که از کدام مراکز در ظرف از 135 روز ما میبراییم. کی نظارت میکنه از طرف طالب؟ زمان که شما در مسئله نظارت نیست که ما به اونا کی تضمین کرده؟ آیا پاکستان نقش داره؟ نه هیچ، پاکستان در مسئله سال رول داره طبعا، اما در این که در عملی کردن از این موافقت ها نه، مسئولیت از ما حکومت افغانستان و از طالب هاست. خیلی خوب. در سند که شما امضا کردین آمده که تا 14 ماه تمام نیروهای خارجی از افغانستان مبرن. مربوط به شرایط. این بسیار مهم است که مردم افغانستان متوجه باشن که آن اگر تمام شرایطی که در موافقت نامه هست عملی شود، یعنی از برای امریکا و دنیا خطر موجود نباشه از افغانستان و مذاکرات صورت گرفته باشه و خدا بخواه نتیجه بده و با موجودیت امریکا در اینجا ضرورت نباشه، امریکا نمیخواه جبانه. امریکا اصلا رئیس جمهور ترامپ خو که کاندید شد گفت من میخواهم این جنگ های دوامدار ختم بتم و عساکر امریکا را بیارم دوباره به امریکا. اما هدف ما اگر تنها برآمدن می بود از افغانستان،
نه با مذاکره که طالب ضرورت داشتیم، نه با مذاکره با با ترامپ میگم میره با کسی دیگه. امریکا رو قوایش رو افغانستان آمد بدون اجازه کدام کسی، و و امریکا که اگر قوای خود بکشه اجازه کسی کار نداره. دلیلی که ما یک سال و چند ماه را تیر کردیم با طالب در بحث دریجه ایست که ما میخواییم که یک صلح بعد افغانستان که اجازه بده که قوای امریکا ضرورتش دریجه نباشه، و اگر افغان ها نخواهیم امریکا هنوز هم بمانه ایجه عسکر خود بکشه. این را باید درک شوه که کشی اگر تنها هدف امریکا برآمدن قوایش می بود، ضرورت به اقدامات و اما زمانی که میگن آقای خلیلزاد، زمانی که میگن امریکا هر وقت خامد میای، هر وقت که خواست میره، این فیصله قماندان اعلی امریکا چی معنا میتهمی برای مردم افغانستان که نیروهای امریکایی واقعا وظیفش چی است؟ خب یعنی ما چیز میگیم بالاخره، یعنی که فیصله کن درباره قوای امریکا امریکاست بالاخره فیصله کن، اما ما نمیخوایم که برای به قسمی که جنگ شدت پیدا کنه، صلح نباشه، افغانایی که همکار بودن قوای امنیتی افغانستان که ما با اونا رابطه سوق الجیشی و دوامدار داریم، از اونا همکاری میکنیم، با یک دیگر در یک جای جنگ کردیم، حتی روابط انسانی هم دوستی به وجود آمده که بگذاریم بریم. من تنها نمیم که ما در هدف من گفتن چیزی گفتم در روابط برآمدن این بود که مردم که میفهم نگران هستن که کوشش ما ایست که صلح بیاید و این پروژه صلح موفق شوه، و که این نبوده که تنها امریکا میخواهد که فیصله ایست زود برای و برای زود ضرورت به قدر گفتمان نبودیم یک سال و در صورت سال سفیر صاحب، در صورت سال هیچ عسکر امریکایی در خاک افغانستان نخواهد، در صورت سال و ای که خطری از افغانستان متوجه امریکا نباشه، هر کلمه، هر جمله، هر وعده که شده وفادار باشه و حکومت نخواهد بعد از سال، امریکا نمیخواهد که چرا 14 ماه جبانه. چرا 18 ماه نه، چرا 2 سال نه، چرا 5 سال نه؟ خب طبعا این یک مسئله مذاکره بود، بازا میخواندن که در 3 ماه برای عسکر امریکا، بازا در 6 ماه، بازا در 9 ماه، فشارهایی در داخل هم هست در امریکا که هرچی زودتر بهتر، پیش از انتخابات نه خوی خوب پیش از انتخابات نمیشه، ای با انتخابات خود چند ماه بعد است، ای خود زیادتر از یک سال است، یک سال دیگه یک رسیم جمهور نو در قصر سفید خواهد بود، اما بحثا بود، نقاط نظر مختلف بود، بالاخره سر زمی به یک موافقه رسیدیم. در سندی که شما امضا کردین یک جایش جالب است، نشته است که طالبان به شما اطمینان داده که به القاعده پاسپورت و ویزا نمیتن. خوب است که سوال کردین که غلط فهمی ایجاد شده و ما میخوایم حال پاسپورت و ویزا اونا دارن یا در رابطه با آینده؟ هدف ما این غلغتا هست که بدبختانه، هدف این بود که ما کل میفهمیم کسایی که متوجه افغانستان هستن که اینا کاغذ میتن وقتی که کسی میخواهد یک منطقه تیر شوه، یا حتی یک لاری که اموال میبرد یک طرف به دیگر طرف، یکان کسی که حتی سفر میکنن، باز حتی می تشکیلات مردمی بگویم که میخوان خدمت کنن به مردم که در اون مناطق هستن، کمک کنن اگه اجازه یک نوت یک چیز برشان داشته، هدف همی چیز بود. ما او را بایست یک حکومت نمیشناسیم. چرا اجازه نامه یک چیز نشته نشده؟ پاسپورت خواهی یک معنی خاص داره، یک دولت میتونه پاسپورت بده. این گپتان بجاست، هدف این نبوده، اما ما وکیلای داریم این مسائل، اصلا وکیلای این مشکل با وجود آوردن که لغات که اونا میشناسن ایست، اما ما میخوایم که به مردم افغانستان اطمینان بدم که ما طالب بایست یک دولت نمیشناسیم، ما جمهوری اسلامی افغانستان بایست دولت با عزت و دوست سوق الجیشی امریکا میشماریم. طالب یک گروپی است که در جنگ است در اینجا، و ما میخواهیم که
این جنگ از راه تفاهم از راه موافقه ختم شود و به اساس مذاکره بین الافغانی که طالب هم در روج باشه و جمهوری اسلامی افغانستان هم با داشتن حکایت مشمول این جنگ ختم کنن و به یک فرمول به موافقه برسن. در رابطه با آتش بس سفیر سیب چی وقت آتش بس میه؟ آتش بس دائمی؟ قرار موافقی که ما کردیم با طالبا ایست که شدت جنگ بعد از موافقت نامه باید کم شود و پیش از موافقت نامه برای اینکه ببینیم که آیا طالب استعداد از ایره داره که خشونت کم کنه، نه تنها فیصله کرده میتونه بلکه عملی کرده میتونه که او که نتیجه از اون مثبت بود که کامیاب شدن که تانستن که خشونت کم کنن برای افروز. پس چرا پس بالا رفت خشونت؟ حالا ما خوش نیستیم از زیاد شدن خشونت و با اونا در تماس هستیم، اونا باید تشریحات میتن در این باره. چی میگن؟ که زیادتر توجه شده بود سر از اینکه سر می افروز که قانع کنن قماندان ها را و شورا را. اما سوال مردمی است که شما هفت روز به طالب فرصت دادین، طالب از امتحان کامیاب برآمد، شما امضا کردین، پس جنگ شدت گرفت. خب اول خود جنگ به مردم در جنگ در باز جای شد خصوصا زیاد شده که قابل قبول نیست. در بسیاری از جای افغانستان شدت جنگ بعد از این امضا زیاد نشده. تا حدود 70-80 حادثه هر روز میشد. خب اول خب باید بگیم که حادثه یعنی چی؟ چرا همه چیز حادثه است؟ اگر یک نفر یک کس دیگر را با تفنگ میزنه او هم یک حادثه است که شمار میشه باعث یک حادثه. من نمیگم که مهم نیست، ما در جریان هستیم با اونا، اما باید من از این که سر شارا حمله باید نمیشه، سر تمام مراکز 34 ولایت نیست. اما من نمیگم که ما قانع هستیم و اگر ما حق داریم که اگر اونا سر قوای افغان مثلا حمله بکنن که ما به دفاع از اونا بیاییم و میاییم و باید دری طالب غلط فهمی نکنن و شورای ما بالایشان زیاد شده رئیست که باید جنگ یا خشونت باید کمتر شود. آتش بس وقتی میه قرار موافقت نامه که دو تیم، تیم جمهوری اسلامی و تیم طالبا بشینن و گفتن که موضوع آتش بس یکی از اولین موضوعات است که روش باید موافقه صورت بگیره و وقتی که موافقه سیاسی اعلان میشه یک آتش بس مشمول و دائمی هم در اون وقت اعلان خواهد شد. و امید شما است که در 100 روزی کار شود؟ ای امید ما است، بله. چرا در توافق شما با طالبا کردن از کلمه از واژه های مثل دموکراسی، ارزش ها، آزادی مدنی، آزادی های مثل حقوق بشر، حقوق زن هرگز یاد نشده؟ بله، اول خب باید بگم که ما طرفدار همه چیزهایی که شما گفتین هستین و افتخار میکنیم از پیشرفتی که در افغانستان در این قسمت صورت گرفته. یک چیزی که از ابتدا در بحث با رهبران حکومت در اینجا و با طالبان صورت گرفت این بود که مسائل داخلی چه قسم افغانستان آینده صورت میگیره به وجود میه بس ها سوال مربوط افغان هاست، به امریکایی ها تعلق نداره. گرچه باز حتی فکر میکنن که وقت مثلا همه مسائل داخلی هم موافقه کردیم، باز حتی حکومت موقت میگفتن که باز ها فکر میکنن حتی ما با وزارت خانه را به افراد پیشنهاد کردیم، اما در حقیقت بود که این مسائل که شما مطرح کردین که مسائل حیاتی افغانستان آینده شد در سال وقتی که مذاکره صورت گرفت روش باید بس. اما ایران باید میگه که ما در روج خود بودیم وقتی که مذاکرات صورت میگیره و ما با کسایی که طرفدار ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و حق خانمها و حق اقلیت ها و حق اولادها خواهد بودن در یک سطح قرار خواهد گرفتیم. وعده ما به خانم های افغانستانی است که ما از نفوذ خود استفاده میگیریم که یا در میز مذاکره باشن بتانن از حق خود دفاع کنن و ما هم کارشان در وقت مذاکره خواهیم بود. به بخش مذاکرات بحث های مفصل خواهد داشتیم. در رابطه با زندانی ها چرا 5000؟ چرا یک رقم بسیار درشت وعده کردن؟
و این طالبان تقاضایش بود که میخواستن 5000 روز مذاکره، 5000 بندی از طرف حکومت که 13-14 هزار بندی است از طالب، ممکن زیاد کم، و همچنان 1000 بندی که اونا گفتن از تمام بندی هایی که اینا از افغانستان دارن 1000 است که برای ازدیاد اعتماد و برای اعتماد سازی و برای بجاردن یک فضای خوب اگه کار صورت گرفته. ما برشان گفتیم که ما حاضر هستیم در این قسمت کمک کنیم. بله. و کمک نهایی خود میکنیم کار صورت بگیره. و یک تیم رفت به دوحه فکر میکنم 2 هفته پیش و که طالبا تا جایی که من اطلاع دارم امروشان نریده. من امیدوار هستم که ببینن سر یک چیز منفی صورت گرفت که باز آیجه گفتن که بندی ها اصلا موضوع مطرح نیست، ما مسائل دیگه را داریم و مسئولیت در این باره نداریم. و اما بر از تحلیف رئیس جمهور توافق کرد و او طرف هم صحبت های منفی کردن که مسئله کمه مطبوعاتی و همه پیچیدگی های دیگه که مطرح است یک جا شدن. اما جناب رئیس جمهور غنی فرمان را دیر روز امضا کردن و امیدوار هستم که تمامی 5000 پیش از مذاکرات رها میشه. درباره 5000 که رها میشه فیصله خود کردن که رها شوه، این فیصله خود کردن که حاضر هستن بر رها کردن 5000 و بعد از مذاکرات شروع میشه. وقتش مسائل تکنیکیش است که باید شیشته شوه، سر گپ زده شوه که چی عملی است، که روزی چقدر، هفته چقدر ضرورت است. این خو استانداردهای بین ملی هم است که چی چیزی باید صورت بگیره. برای فعلا که 1500 نفر در گام اول رها شوه آنچه که ما خوندیم. اما شما عملا به طالبا حق ویتو دادن که با کی بشینه با کی نشینه؟ نه، ما هیچ کس حق ویتو نداره سر حیاتی دیگه نفر. پس چرا یک حیات مهم جمهوری اسلامی افغانستان 15 روز در دوحه منتظر ملاقات هستن؟ خب من پیشتر گفتم که ما طرفدار ملاقات هستیم و میخواییم ملاقات صورت بگیره. طالبا که نمیخواییم ازشان دفاع کنم، اشتباه کردن که تا حال ندیدن، باید ببینن و بعد میزنم بالاخره میبینن. ایست که اونا گفتن که حیات آمده که سر مسائل بندی تکنیکی، سر مسائل رهایی بندی یا صحبت شده، اما وقتی که مثلا مطبوعاتی شد طبعا با فشارهای سیاسی که حکومت هم به مقابل است مثلا جنجالی شد. بسیار. اما حکومت یک فیصله خوبی کرده، ما استقبال میکنیم از این فیصله که صورت گرفت. خواست شما بود، اونا قبول کردن. فکر میکنم مردم افغانستان و خود آقای رئیس جمهور هم این خواست داشته. در روز پیش حرفایش پیش ما هست که میگفتن این خط سرخ هست، من تعهد ندارم از امریکا. اما باز گفتن که ما نمیخوام یک بندی طالبان داشته باشم و پیش از این مسئله هم بندی ها را رها کرده بودن. رهایی بندی ها لوی جرگی. بله. که جناب رئیس جمهور، رهایی زندانی ها. آقای سفیر، ربط به حمایت شما از آقای اشرف غنی در انتخابات داشت؟ ما حمایت نکردیم از آقای اشرف غنی در انتخابات. به تحلیفش رفتن؟ خب اون مسئله رفتن به تحلیف، خب باور کنید که ما کوشش زیاد کردیم که یک راه حل پیدا شود برای تحلیف. وقتی که صورت نگرفت موفق نشدیم. یک مسئله متوجه ما شد که به منفعت افغانستان در این شرایط حساس سر مسائلی که وجود دارم و مخالف حکومت موازی هستیم، چی رولی که ما بازی کنیم که ممد خراب نشدن اوضاع شود و ایره دقیق به اساس مطالعه راه‌های مختلفی که ما موجود پیش ما کدامش کمترین ضرر می رسانه، از او خاطر بالاخره به این نتیجه رسیدیم که بریم. خیلی خوب. و اما پشتیبانی به حیث یک کاندید و یا تجارت که ما اگر شما این کار کنین ما این کار میکنیم در این مسئله نبود و یک فیصله دقیق بر اساس
مشوره درست تصمیم شما است درست قابل درک متخصصین ما این کار صورت گرفت سفیر صاحب در رابطه با مذاکرات که یک بخش مهم ای پروسه است شما گفتن هیئت قرار است به زودترین فرصت ایجاد شود رئیس جمهور هم وعده کرد در روز تحلیفش که تا یک روز اعلان میکنه امروز روز دومش است آیا شما کدام تاریخ برای آغاز مذاکرات در نظر دارین؟ 10 مارچ هر چی زودتر بهتر تاریخ نه وجود داره؟ هنوز فیصله است تاریخ نکردیم که با جناب رئیس جمهور در اینجا و با طالبا و با میزبان ها در صحبت هستیم که چه وقت و در کجای صورت خواهد گرفت در یک هفته آینده فکر میکنین میشه دو هفته خب ما امیدواریم که هرچی زودتر بهتر از او که زیادتر فعلا گفته نمیتونم جایش؟ امکان داره قطر ناروی؟ باشه امکان داره در شروعش یا در ناروی باشه یا کدام جای دیگه دور از امکان نیست پاکستان؟ نه مطرح نیست یعنی پاکستان هم اگر بخوای حق داره که دعوت کنن اما پیشنهاد نکردن پاکستانی ها که میخواین که مذاکره در روی شوه یک مطرح نشده آیا ایران باید بگم سپاکستانی بازا میگن که کدام کاغذ مخفی در رابطه با صلح با پاکستان هم است که میخوایم به مردم افغانستان که یک موضوع اساس از نیاتم که چیزی وجود نداره ما بسیار کوشش داریم نظر به اصرار جناب رئیس جمهور اشرف غنی که چطور در پهلوی مذاکره بین افغانی یک مذاکره بین پاکستان و افغانستان و صورت بگیره که از اراضی و مهاجر و همه چیز باشه بسیار. که از خاک افغانستان به ضد پاکستان و از خاک پاکستان به ضد افغانستان استفاده از صورت نگیره وقتی ما شما کمتر از چند سوال مشخص مطرح میکنم از کابل یک تیم میره یا دو تیم؟ نه یک تیم بسیار خوب است خط سرخ است یا ترجیح میتونی یک تیم باشه؟ نه یک تیم بسیار حیاتی و مهم است و من باید بگم که اطراف مختلف که من با امراش چون صحبت کنیم با وجود مشکلات سیاسی که وجود داره طرفدار رفتن یک تیم هست به شمول دکتر عبدالله به شمول دکتر سب عبدالله گپ دارین بعد از تحلیل؟ پیش از تحلیل بعد از تحلیل دکتر عبدالله طرفدار بله یا طرفدار یک تیم واحد که به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان هستن لست خود را به شما دادن؟ لست خود از طرف حکومت افغانستان ساخته میشه و همه در جریان هستند درباره نام ها از طرف دکتر اسب عبدالله در جریان هستند و حکومت هم جزش هستند تا وقتی که ما این بحث را کردیم از طرف حکومتی کار پیش میره درست آقای ترامپ، رئیس جمهور ترامپ 35 دقیقه با ملا برادر صحبت کرد. شما هم بودن؟ بله، من بودم در اونجا. این صحبت را چی تعریف میکنین؟ خب، آقای ترامپ میخواه که این گروپ را که بایش ما موافقه امضا کردیم بشناسه بهتر. اینا را دعوت کردن به واشنگتن؟ یک نظر فکری بوده که از چند ماه ببخشین به این طرف رئیس جمهور ترامپ داشتن که میخواین یک کسی را که بایشان ما موافقه کردیم ببینیم یک چیز امریکایی است که میگن به چشمشان ببینیم که اینا مردم چیزایی را که وعده دادن عملی کردن میتونه یا نه تا نتیجه شخصی کنیم خود رئیس جمهور هم دعوت شد از طالبا یا خیر انوز کدام وقت تعیین نشده اما رئیس جمهور علاقه داره که هم حکومت افغانستان رئیس جمهور و هم طالبا بتانند که به امریکا بیاین یک مفکوری است که از چند وقت جناب رئیس جمهور داشته و گپ نوزم در اموج است 14 ماه بعد اگر کابل بیاین شما من مطمئن هستم زیاد رفت آمد میکنین تا 14 ماه چی گونه اگر افغانستان را میبینین؟ خب ما بسیار خوش خواهد بودیم که اوربند ختم جنگ صورت گرفته باشه و این کاغذی که ما امضا کردیم
چانس زیر داره در خود باشه در کابل و اگر موافقه صورت گرفته باشه که من امیدوار هستم صورت گرفته باشه تا 14 ماه تا من خودم 100 روز بله. اگر شود تا 14 ماه طالبا از جنگ دست کشیدن با حکومت افغانستان به موافقه رسیدن و یک او موافقت نامه در حال عملی کردن خواهد بود طبعا چالش ها که برای یک حکومت عبوری کار است یا نیست؟ او مسئله است که من به خود اجازه ندادیم که هنوز از ما تقاضا نشده که یک پیشنهاد دری قسمت کنیم وقتی که در میز مذاکره طالب و جمهوری اسلامی افغانستان تیمی همه شمول ششن فیصله در او وقت صورت میگیره احتمال شکست این توافق چند فیصد است؟ فیصدی در این مسئله سخت است گفت کم است زیاد است طبعا امیدواری ما ایست که بسیار کم باشه که اطراف دخل اما ممکن است خب اگر طالب موافقتنامه کرده اون موافقتنامه را عملی نکنه قدم های ضد از او صورت بگیره طبعا امکان داره اما پیش بینی نمی کنم که کار صورت می گیره و برگشت امارت اسلامی میتونه یک تخطی باشه دیدین که نه تنها آمریکا گفته که ما نمی خواهیم که کار صورت مخالف شدید هستیم خواست یک چیز است اما خط سرخ و خط سرخ جامعه جهانی است که امروز ملل متحد در گفت در اعلامیه آمریکا و روسیه دیدین در اعلامیه های آمریکا و اروپا دیدین یک اجماعی بین المللی وجود داره که کار باید صورت نگیره من فکر میکنم که کار صورت نمیگیره بسیار خوب آخرین سوالم آقای ظفیر پیام شما به ده ها هزار افغانه که در جنگ با طالب در 20 سال گذشته کشته شدن زخمی شدن به خانهشان حمله شده چی از طرف نیروهای آمریکایی چی از طرف نیروهای افغان چی است چی میگیم برش امروز که ما خب اول بذار متاثر هستم از اینکه قدر مردم کشته شده از همه اطرافی که کشته شده گرچه ما طرفدار حکومت افغانستان و اردوی افغانستان هستیم و افتخار میکنیم به اردوی افغانستان و قربانیایی که دادن من در روز تعریف دکتر اشرانی هم دیدم که باز زخمی هم موجه بودن و رفتم به طرف از اونا اما اگر خدا بخواه این موافقتنامه عملی شوه مذاکره شوه صلح بیایه کردیتش تا اندازه زیاد به اونا میره به قربانی هایی که دادن کاش که جنگ صورت نمی گرفت اما اینا در یک جنگ نادرست دیگه نادرست نه در یک جنگی که صورت گرفت به نظر به اختلافاتی که وجود داشت من امیدوار هستم که قربانی های از اینا نتانا صلح بیاره جنگ ختم شوه و به اینا به حیث قهرمان های افغانستان در تاریخ افغانستان بانن که این قربانی ها نتیجه شی هم شود که یک درس را اطراف یاد گرفته باشند که اختلافات مفکوروی وجود داره در هر جای وجود داره اختلافات ارزش ها وجود داره در همه جای وجود داره اما چطور باید شهروند میشه با وجود اختلافات روی یک فرمولی موافقه شود که برای حل مشکلات جنگ کشتن یک دیگه رای حل نیست و اگر این کار صورت بگیره این قربانی ها که بسیار زیاد بوده زایی نمی شده باشن و خدا بخواه که یک فصل نو یک فصل متمدن یک فصل قبولی یک دیگه و اگر را برای صلح و دوامدار و مرفه اخوانز مرفه که به طرف ثبات و به طرف پیشرفته اقتصادی که مشکل یکی از مشکلات کلان افغانستان از بیکاری هم تاثیر مثبت داشته باشه سفیر خلیل‌زاد تشکر از حضورتان در برنامه تشکر از شما سلامت باشین بخیر زنده باشین